بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بازم مهمون شماییم با 23 قسمت از برنامه مدرسه حفظ قرآن کریم. تو درس گذشته موفق به حفظ سوره عادیات شدیم. یه مرور کوتاهی به درس گذشته بندازیم و برگردیم. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور؟ آیا انسان نمی داند که رویگردانی از بندگی خدا چه پیامد ناگواری دارد؟ در آن روز که دفن شدگان در گورها برانگیخته می شوند. و حصل ما فی الصدور، و واقعیت های درونی انسان آشکار می شه. این ربهم بهم یومئذ لخبیر، به یقین آن روز پروردگارشان به آنان کاملا آگاه است. حتما تو خاطرتون هست که توی جلسات گذشته چقدر از منزلت و ارزش حفظ قرآن کریم گفتیم. یکی از مهمترین بهره هایی که حافظ قرآن میبره اینه که مورد آمرزش پروردگار قرار میگیره. رسول گرامی اسلام فرموده کسی که قرآن رو از حفظ بخونه و گمان کنه که خداوند او رو نیامرزیده جزو کسانی هست که آیات الهی رو مسخره کرده. بریم سراغ درس امروزمون که حفظ 5 آیه اول سوره زلزاله. این سوره آخرین سورهی که ما تو فصل اول حفظ میکنیم. عزیزانی که قرآن همراهتون هست، قرآن رو باز کنید و صفحه 599 رو بیارید. شمایی که قرآن ندارید هیچ اشکالی نداره، ما آیات قرآن رو به شما نشون میدیم. همگی حواسا جمع باشه و یک مرتبه 5 آیه اول سوره زلزال رو با صدای استاد پرهیزگار گوش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. لذت بردیم از تلاوت زیبای استاد پرهیزگار. خوبه بدونیم سوره زلزال که توی مدینه نازل شده 99 سوره قرآنه و 93 سوره در ترتیب نزول. خوندن این سوره خیلی با ارزشه، طوری که امام رضا علیه السلام تلاوت این سوره رو معادل 1/4 قرآن کریم دونسته. محتوای این سوره درباره مقدمات وقوع قیامت و دو روش حسابرسی دقیق اعمال انسان هاست. یکی گواهی دادن زمین به اعمال انسان ها و دیگری مشاهده حقیقت اعمال بندگان در روز قیامت. خب بریم سراغ حفظ امروزمون و ابتدا آیه اول. مرحله اول وقوع قیامت لرزش شدید زمین و از بین رفتن نظام اونه که خداوند متعال می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمانی که زمین با شدیدترین لرزشش لرزانده شود. گوش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. حالا همراه با استاد پرهیزگار زمزمه میکنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. توی این مرحله همخوانی میکنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. خیلی عالی، حالا به قرآن نگاه کنیم و با دقت یک بار بدون استاد همخوانی کنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. آفرین، کسی دیگه به قرآن نگاه نکنه تا 3 از حفظ آیه رو تلاوت کنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا زلزلت الارض زلزالها.
خب امیدوارم آیه اول رو خیلی خوب حفظ کرده باشید. میریم سراغ آیه دوم. مرحله دوم تبدیل شدن زمین دنیا به زمین قیامته که خداوند میگه و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بارهای سنگینش را بیرون میریزد. این بیرون ریخته شدن بارهای سنگین زمین یعنی تبدیل زمین دنیا به زمین دیگه، یعنی زمین آخرت هست که تو آیه 48 سوره ابراهیم به اون اشاره شده. بریم آیه رو گوش کنیم. و اخرجت الارض اثقالها، زمزمه کنیم. و اخرجت الارض اثقالها، با استاد پرهیزکار همخوانی میکنیم. و اخرجت الارض اثقالها، با دقت با آیه نگاه کنیم تا خودمون بخونیم. و اخرجت الارض اثقالها، حالا قرآن ها بسته و سه مرتبه از حفظ تکرار میکنیم. و اخرجت الارض اثقالها، و اخرجت الارض اثقالها، و اخرجت الارض اثقالها. تو این مرحله باید آیات رو به هم متصل کنیم، پس یک مرتبه از روی قرآن میخونیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، و اخرجت الارض اثقالها. آفرین، حالا یه بار هم از حفظ تکرار کنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، و اخرجت الارض اثقالها. دعای از درس امروز رو حفظ کردیم و میریم سراغ آیه سوم. انسان وقتی که شرایط عجیب و غریب زمین رو مشاهده میکنه با تعجب میگه و قال الانسان ما لها، و انسان میگوید زمین را چه شده که این گونه میلرزد. گوش کنید. وقال الانسان ما لها، زمزمه کنیم. وقال الانسان ما لها، باریکلا همخوانی کنیم. وقال الانسان ما لها، با دقت به آیه یک مرتبه از رو همخوانی میکنیم. وقال الانسان ما لها. آفرین، کسی به قرآن نگاه نمی کنه تا سه بار از حفظ تکرار کنیم. وقال الانسان ما لها، وقال الانسان ما لها، وقال الانسان ما لها. وقت اون رسیده که سه آیه رو به هم متصل کنیم. یه بار از روی قرآن بخونیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، و اخرجت الارض اثقالها، و قال الانسان ما لها. خیلی عالی بود. حالا قرآن ها بسته و یه مرتبه هم این سه آیه رو از حفظ همخوانی میکنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، و اخرجت الارض اثقالها، و قال الانسان ما لها. خدا قوت. رسیدیم به آیه چهارم. تو مرحله سوم وقوع قیامت زمین با اذن خدا به صحبت در میاد و به عنوان یکی از شاهدان اعمال انسان گواهی میده که خداوند میفرماید یومئذ تحدث اخبارها، و در آن روز زمین اخبار خود را از خوب و بد اعمال انسان بازگو میکند. بشنویم. یومئذ تحدث اخبارها، زمزمه میکنیم. یومئذ تحدث اخبارها، همخوانی میکنیم. یومئذ تحدث اخبارها، با دقت به قرآن یک بار بدون استاد میخونیم. یومئذ تحدث اخبارها. آفرین، حالا سه بار از حفظ تکرار کنیم. یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ
تحدث اخبارها. تو این مرحله باید چهار آیه رو متصل کنیم. از روی قرآن بخونیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. خیلی عالی بود. حالا قرآن ها بسته و یک مرتبه از حفظ بخونیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. و اما آیه آخر درس امروزمون، توی این آیه درباره این کار عجیب زمین خطاب به پیامبر اومده. بأن ربک اوحى لها، برای این است که پروردگار تو به او فرمان داده که چنین کند. گوش میکنیم. بأن ربک اوحى لها، زمزمه میکنیم. بأن ربك أوحى لها، باریکلا، حالا همخوانی میکنیم. بأن ربك أوحى لها، دیگه استاد پرهیزگار نمیخونن تا خودمون یک مرتبه همخوانی کنیم. بأن ربك أوحى لها، احسن به شما، حالا سه بار از حفظ میخونیم. بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها. تو قدم آخر حفظمون اتصال این پنج آیه بسیار مهمه. پس یه بار از روی قرآن این پنج آیه رو با دقت همخوانی میکنیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. آفرین به شما. حالا قرآن ها بسته و یک بار از حفظ این آیات رو میخونیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. ماشاءالله به شما حافظان پر انرژی. حتما برای آشنایی بیشتر با زلزله روز قیامت به دو آیه اول سوره حج و تفسیرش مراجعه کنید. تکرار درس جدید رو هر سه ساعت فراموش نکنید و ده درس هم که از سوره همزه تا سوره عادیات هست رو با کیفیت عالی از حفظ مرور کنید. بسته پیشنهادی امروز ما خیلی به برطرف کردن اشکالاتتون کمک میکنه اگه درست ازش استفاده بشه. ازتون میخوام یه مداد نرم و کمرنگ تهیه کنید و بدید دست کسی که داره ازتون محفوظات رو تحویل میگیره. هر جایی که دچار غلط و اشتباه شدید زیر اون کلمه یا حرکت یه خط کمرنگ کشیده بشه تا غلطهاتون شناسایی بشن. این نکته رو هم حتما تو ذهنتون داشته باشید که وقتی ده درس و مرورتون کارش به پایان میرسه که شما بعد از خوندن اشکالاتتون رو دوباره چک بکنید و اونها رو برطرف بکنید. درس امروزمون به پایان رسید و با همراهی شما و عنایت خداوند تو درس بعدی انشاءالله سوره زلزله رو تموم میکنیم و فصل اول حفظمون به پایان میرسه. مشتاق دیدارتون تو درس بعدی هستیم. خداحافظ.